که اونها تو هم توی مقطع کاردانی و هم کارشناسی دانشجو میپذیرن. بعد از اینکه حالا کاردانی و کارشناسیشون تمام بشه، اون دوره بیسیک رو، امتحانای بیسیک رو توی سازمان عوام کشوری و یا توی همین دانشگاه که دانشگاه علمی کاربری یه سری از واحداشون مجوز برگزاری این امتحانات رو دارن. دوره بیسیک رو که تموم میکنن یه لایسنس بیسیک دارن که در واقع بهشون میگن بی تو یا بی وان بر اساس اینکه اوینیک خونده باشن یا مکانیک. خب یه سری دروس عمومی نرمال مثل ریاضی و فیزیک و حالا درسای عمومی رشته‌های دیگر رو داریم و بعد از اون که وارد تخصصی تر میشه آیرودینامیک میخونن بچه های مکانیکمون، تقریبا در مورد موتور میخونن. خدمت شما عرض کنم که دوستان اوینیک ناوبری میخونن، رادیویی میخونن، آنتن، مغناطیس و تقریبا به دستهای مختلف اینجوری از همدیگه تفکیک میشه. اما خیلی چیزهای دیگه هم تو پایه با همدیگه به صورت عمومی توی رشته های جفتشون به صورت عمومی برگزار میشه که اونا رو هم بعد طی کنن توی دانشگاه. بعد از اینکه لایسنسشون رو گرفتن تقریبا میتونم بگم که توی همه شرکت ها چون دیگه مکانیک عمومی دانشی هواپیما رو دارن، حالا میتونن برن توی همه شرکت ها با تایپ های مختلف در واقع اپلیکیشنشون پر کنن، درخواست بدن برای حالا گزینش استخدام در صورتی که اون شرکت داشته باشه. بعد که وارد این مسیر شدن و توی اون شرکت مشغول به کار شدن، بعد از اینکه 3 سال از سابقه کارشون بگذره و اون شرکت صلاح بدونه و معرفی کنه، میتونن کلاس تایپ برن. البته که ما کلاس تایپ رو به صورت خصوصی هم توی واحدهای مختلف داریم که برگزار میکنن. کلاس تایپ هم منظور اینه که لزوما روی ایرباس 320 فامیلی یا مثلا بوینگ 737، بوینگ MD یا هواپیماهای تایپ های مختلف دیگه کلاس تخصصی اون هواپیما برگزار میشه و این دوستان میرن اونجا کلاس تایپ رو مدرک کلاس تایپ رو میگیرن. بعد از اینکه دوره در واقع تایپ رو تموم کردن، سرتیفیکیت و گواهینامه رو از طرف اون آموزشگاه یا دانشگاه میگیرن، معرفی میشن به شرکت. شرکت در صورتی که نیاز داشته باشه معرفیشون میکنه سازمان و امتحان تایپ میدن. امتحان تایپ رو هم که قبول بشن به صورت ماژولار، لایسنسشون توی لایسنس بیسیکشون که از طرف سازمان بهشون کد داده میشه و لایسنس داده میشه، توی اون لایسنس میارن که الان این آقا با این مشخصات تایپ ریت مثلا بوینگ 737 داره یا ایرباس 320 داره، به تفکیک توی اون تایپ ریتینگ توی لایسنسشون آورده میشه. حالا دیگه بعد از این شرکته که تصمیم میگیره که از این شخص که تا الان مکانیک عمومی هواپیما بوده و مثلا 2-3 سال تجربه داره، از این به بعد به عنوان سرتیفاینگ استاف، یعنی کسی که میتونه مجوز داشته باشه هواپیما رو ریلیز کنه و بهش مهر و استمپ داده بشه، شرکت تصمیم میگیره و بهشون استمپ میده. شرایط استخدام که نرمال ما آنچه که توی
این کشور اتفاق میفته توی مسیر آموزش اینه که تو هر رشته تخصصی شما بخواید از دانشگاه مدرک بگیرید، بعد از اینکه مدرکتون رو گرفتین به فراخور اون رشته، مثلا اگر یکی مهندسی برق میخونه، اگر لزوماً توی کارخونه‌ای توی اداره برق جایی نتونه بره سر کار، حالا توی شاخه‌های پایین‌تر میتونه بره توی زمین‌های مختلف دیگه کار کنه. اما کسی که مدرک اویونیک هواپیما میگیره یا مدرک مکانیک هواپیما میگیره، حیطه کاریش خیلی بسته‌تر، محدودتر و کمتر میشه. صرفاً به کار روی هواپیما بستگی داره و بسنده میکنه و توی همین حوزه کاریش میشه، جای دیگه نمیتونه از این مدرکش استفاده کنه. اون هم در صورت استخدام، که حالا شرایط استخدام شرکت‌ها فرق میکنه، پروسه استخدامشون فرق میکنه. در صورت که نیاز داشته باشن به نیرو تو زمینهای فنی مهندسی، هم از طریق جرید اعلام میکنن، هم از طریق حالا صفحات مجازیشون توی اینترنت اعلام میکنن که درخواست نیرو میدن و دوستانی که مدارک بیسیک دارن یا حتی تایپ دارن اونجا مراجعه میکنن، اپلیکیشن پر میکنن و خدمت شما عرض کنم که